سلام میکنیم خدمت همه شما همراهان گرامی. با مهمترین اخبار سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران روز یکشنبه 19 اسفند ماه 1397 از نو زندان نو اعدام در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. صبح روز یکشنبه 19 اسفند ماه دست کم 3 زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه به اتهام قتل جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی این زندان منتقل شدند. اسامی این زندانیان خلیل صالحی، ناجی عمرزاده و حسین ابراهیمی می باشد و قرار است بامداد روز دوشنبه 20 اسفند ماه اعدام شوند. خلیل صالحی از 8 سال پیش، ناجی عمرزاده از 10 سال پیش و حسین ابراهیمی از 9 سال قبل در زندان مرکزی ارومیه زندانی هستند. روز شنبه 18 اسفند ماه دو زندانی محکوم به اعدام محبوس در زندان مرکزی ارومیه به نامهای بهاءالدین و داوود قاسمزاده در پی درگیری لفظی با رئیس زندان دست به اعتصاب قضا زده و به سلولهای انفرادی منتقل شدند. این دو برادر به دلیل بلاتکلیفی طولانی پیش از این طی نامه‌ای از رئیس زندان خواستار تعیین تکلیف خود شده بودند. زندانیان سیاسی تبعیدی محمد صابر ملک رئیسی و شیر احمد شیرانی از ابتدای دیماه 97 در بلا تکلیفی در بند تنبیهی قرنطینه زندان مرکزی اردبیل نگهداری می شوند. این دو زندانی با گذشت بیش از 80 روز از انتقال به قرنطینه همچنان در وضعیت نامشخصی به سر می برند و از آن زمان تا کنون اجازه تماس یا ملاقات با خانواده های ایشان داده نشده است. روز چهارم و پنجم اسفند ماه این دو زندانی به دادگاه منتقل شده و مجدداً به قرنطینه زندان بازگردانده شدند. خالد حسینی فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی از سوی دادگاه انقلاب سنندج به طور غیابی به 3 سال زندان محکوم شد. اتهام این فعال کارگری اجتماع و تبانی از طریق تبلیغ اعتصاب عمومی در کردستان در اعتراض به اعدام 3 جوان زندانی سیاسی رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی اعلام شده است. با تشکر از همراهی شما اوقات خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.